بر شما. آزاده مباشه هستم از perfectyourenglish.net و این اولین جلسه ی آموزش کتاب چهار امریکا انگلیش فایده. Please open your books to page 4. I'll read from the top. G. Question formation. V. Figuring out meaning from context. P. Friendly intonation showing interest. G stands for grammar. V stands for vocabulary. and P stands for pronunciation. در بخش گرامر این درس شما question formation رو یاد میگیرید یعنی ترتیب کلمات در جملات سوالی. در بخش vocabulary در بخش واژگان figuring out meaning from context. Figure out یعنی پی بردن به چیزی، پی بردن به معنا از طریق کانتکست، کانتکست به فهوای کلام میگم. حالا یا در گفتار هست یا نوشتار بیشتر دربارش توضیح میدم pronunciation در بخش تلفظ friendly intonation showing interest در بخش تلفظ یاد میگیرید که چطوری لحنتون محبت آمیز باشه لحنتون مهربون باشه و چطوری با تغییر لحنتون نشون بدید که به یه چیزی علاقمند هستید Now look at the upper right side of this page I'm not thrilled about answering questions like if you were being mocked and you had a lightsaber in one pocket and a whip in the other, which would you use? Harrison Ford, US actor. Thrilled means pleased and excited about something. In Jumle as Harrison Ford, He's a US actor, he played in Star Wars. ایشون یک هنرپیشه ای آمریکایی هستن و توی مجموع فیلم های جنگ ستارگان بازی کردن و این شکلی معروف شدن ساختار جمله که اینجا میبینید to be thrilled about something هست یعنی در مورد چیزی به خاطر چیزی هیجان زده بودن یا خوش اومدن از چیزی اینجا میخواد بگه من خوشم نمیاد به سوالای این شکلی جواب بدم چه سوالایی؟ سوالایی مثل این که اگه بهتون حمله بشه یعنی یه دزدی یه زورگیری بهتون حمله کنه و بعد یک لایت سیبر توی یه جیبتون باشه و یک شلاق توی یه کدوم دیگه از جیب هاتون کدومش رو استفاده میکنید If you were being mocked این جمله الان مجهوله چه مجهولیه؟ Past continuous passive هست مجهول گذشته یه استمراری If you were being mocked اگه بخوایم معلومش کنیم اکتیوش کنیم چی میشه؟ مجهول رو توی یه کتاب قبل داشتید. شکل اکتیو این جمله میشه مثلا if a mugger was mugging you. اگه یه زورگیر داشت ازتون زورگیری میکرد. Another point is that this is conditional type 2. It's an imaginary situation. یه نکته دیگه در مورد این جمله این هست که این تیکه شرطی نوع دو هست. یک وضعیت خیالی اگه داشت بهتون حمله میشد توسط یک زورگیر اگه زورگیر جلوتون رو گرفته بود و میخواست ازتون زورگیری کنه Which would you use? Which would you use? کدومش رو استفاده میکرده این result کلاس اون شرطی نوع دو هست Lightsaber به این شمشیرهایی میگن که توی فیلم های جنگ ستارگان استفاده میشد مثلا دسته شمشیر بود اما لبه و تیغه شمشیر در واقع هیچ فلزی نبود بلکه نور لیزر یا هر نور دیگه ای بود و خب چون ساینس فیکشن بود از این شمشیر به خب اصطلاح استفاده میکردن و وب هم یعنی شلاق فعلی که اینجا به کار رفته فعل ماگ هست ام یو جی که حالا چون ای e گرفته G دابل شده قانونش رو یادتون هست که در دیکته چه زمانی این اتفاق میافتاد ماک اگه نون باشه، اگه اسم باشه، به معنای این فنجونای دستدار بزرگه که معمولا شکل ساده ای هم دارم، حالت اصطبانه ای، معمولا، نه لزوما این شکلی. اما اگه فیل باشه، به معنای زورگیری کردنه. به فرد زورگیر، کسی که زورگیری میکنه میگن مگر. M -U -G -G -E -R. M-U-G-G-E-R مگر خب اگه کتاب های قبلی امریکن انگلیش فایل رو هم با آموزش های خودم گذرونده باشید میدونید که در بخش های از کتاب ازتون میخوام که در یه مورد خاصی صحبت کنید یا متنی رو بنویسید و ارسال کنید که تصدیح بشه This is one of those cases Now tell me Have you ever been mugged? And if you were asked this question What would you do? Which would you use? تا به حال ازتون زورگیری شده؟ در این باره صحبت کنید and talk in detail please. و اگه این سوالی که از هریسون فورد پرسیده شده از شما پرسیده می شد which would you use? شما کدوم رو استفاده می کردید؟ lightsaber رو یا whip? 1A questions and answers 1. Reading and speaking A. Look at the photos of Benedict Cumberbatch and Elizabeth Moss and read their biographical info. Have you seen any of the TV shows or movies that they have been in? What did you think of them? It has و الیزابETH ماس که در این صفحه و صفحه بعد هستن نگاه کنید و biographical information اونها رو بخونید. Biographical info به چی میگن؟ information about your date of birth, your marriage, your accomplishments, things like that, is your biographical info. Info مخفف information هست. Biographical شکل صفتی biography هست به معنی زندگی نامه. خود biography میشه زندگی نامه. Biographical مربوط به زندگی نامه است. وقتی میگیم Biographical information رو بخونید یعنی اطلاعاتی که کلی درباره این آدمه کی به دنیا اومده اسمش چیه شغلش چیه چه کار کرده چه دستاوردهایی داشته و از این قبیل Have you seen any of the TV shows or movies that they have been in? تا به حال هیچ کدوم از فیلم های سینمایی یا سریال های تلویزیونی برنامه های تلویزیونی که اینها توش بودن رو دیدید؟ What did you think of them? You can record your voice answering these questions and then send it to us to be corrected. Alright, you can use your book, or if you don't have a book, you can pause this video and read the biographical info. Alright, are you done? B. Now read the interviews and match questions A to G with their answers. حالا باید مصاحبه ای که با این دو نفر شده رو بخونید و بعد سوالات A تا G رو که در زیر این تمنه B بی میبینید با جاهای خالی مچ کنید. یعنی توی یه مصاحبه ای که از این دو نفر میخونید یه جاهایی سوالی که ازشون پرسیده شده نیست اما پاسخشون هست. جای سوال خالیه. از سوالات A تا G استفاده کنید برای اینکه این جاهای خالی رو پر کنید. Now I read the questions to you. A. How do you relax? چطوری احساس آرامش میکنی؟ برای اینکه آروم بشی چه کار میکنی؟ B. What don't you like about your appearance? چه چیزی در مورد ظاهرت وجود داره که ازش خوشت نمیاد؟ C. What's your earliest memory? اولین خاطره ای که به یاد داریم از دوران کودکی چی هست؟ D. What makes you unhappy? چی باعث ناراحتید میشه؟ And E. If you could edit your past, what do you think you would change? اگه این امکان وجود داشت که شما گذشته خودتون رو ویرایش کنید چه چیزی رو در مورد گذشتتون تغییر می دادید؟ Again, another conditional type 2. It's an imaginary situation. Now, F. What was your most embarrassing moment؟ چه لحظه ای از زندگیتون بوده که بیشتر از هر زمان دیگه در اون لحظه احساس شرم کردید؟ And G. Who would you most like to say sorry to؟ چه کسی وجود داره تو دنیا که بیشتر از هر کسی دلتون بخواد ازش عذر خواهی کنید؟ After you read the interview once and match A to G, you need to do C. یه بار که این دوتا مصاحبه رو خوندید و جاهای خالی سوالات رو با A تا G پر کردید باید به بخش C بپردازید. C. Read the interviews again using the glossary to help you. یه بار دیگه برای یه بار دوم دو کل دو تا مصاحبه ها رو بخونید و از گلاسری که در انتهای این مصاحبه هست مصاحبه دوم دو هست استفاده کنید گلاسری رو قبلا داشتید مجموع لغاتی که حالا به نظر اونها ممکنه براتون سخت بوده معناش و براتون در آوردن اونجا معناش رو نوشتم Answer the questions with BC, Benedict Cumberbatch, or EM, Elizabeth Moss. در زیر 8 تا سوال اومده و شما باید با استفاده از بی سی که مخفف اسم بلیدیک کامر بچ هست یا ای که مخفف اسم الیزابت ماس هست به سوالات 1 تا 8 پاسخ بدید. سوالات اینها هستند. Who had an embarrassing experience as a child? ابتدای 1 تا 8 باید حروف بگید. کدوم یکی از این دو نفر بودند که به عنوان بچه یعنی زمانی که بچه بودن از a child زمانی که بچه بودن؟ یک واقعی شرماوری براشون رخ داد. Who finds it hard to make decisions? کدومشون هستن که تصمیم گیری براشون سخته؟ Who avoids answering one of the questions? کدومشون از بین این دو نفر هست که به یکی از سوالاتی که ازش پرسیده میشه پاسخ نمیده؟ Avoid از اون فعل هست که بعدش اگه فعلی بیاد باید ing بگیره. Number four. Who had a dangerous experience when they were traveling abroad? کدومشون بود که وقتی داشتن یه سفر خارجی می رفتن یه تجربه خطرناک داشت؟ And number five, who had a dangerous experience when they were young? کدومشون بود که وقتی سنش کم بود یه تجربه خطرناک داشت؟ And number six, who often hesitates when they are speaking? کدومشون هست که وقتی داره صحبت میکنه اغلب اوقات مکس میکنه دو و مطمئن نیست به نظرتون چرا اینجا وی رو به کار برده در سوال شیش Who often hesitates when they are speaking اگه کتاب های قبلی رو با آموزش های خودم طی کرده باشید حتما پاسخ این سوال رو میدونید چون بارها توی کتاب قبلی بهش اشاره کردم Number 7 Who was fond of a kind of flower when they were a child? As az gol To be fond of something or someone, and as kasi And number eight, who has a favorite decade? All right, you can pause the video whenever you want, and then resume. و خواهش میکنم که حتما قبل از اینکه به توضیحات من گوش بدید خودتون این مصاحبه ها رو بخونید خودتون به این سوالات پاسخ بدید و بعد با من مقایسه کنید All right, now I'll read it to you. Every week, the newspaper The Guardian chooses people who have been in the news recently and publishes a short interview with them called Q&A. هر هفته روزنامه گاردین یا در واقع اسم اصلیش The Guardian هست افرادی رو انتخاب میکنه که اخیرا توی اخبار بودن توی رسانه ها بودن و بعد یک مصاحبه کوتاهی رو با اونها منتشر میکنه که اسمش هست Q&A و Q&A مخفف Question and Answer هست پرسش و پاسخ The actor Benedict Cumberbatch was born in London in 1976. Benedict Cumberbatch در سال 1976 در لندن به دنیا آمد. He has starred in many successful TV shows and movies, including Sherlock, War Horse, Star Trek and The Hobbit. نگاه کنید star اینجا به عنوان یک فیل به کار رفته. star وقتی که فیل باشه به معنای نقش اول رو ایفا کردن هست پس ایشون توی برنامه های تلویزیونی سریال ها و فیلم سینمایی زیادی نقش اول رو ایفا کرده و این فیلم سینمایی و سریال هایی که ایشون توش بازی کرده موفق بودن including از جمله شرلاک سریال شرلاک وارهورس ستار Trek and The Hobbit همه اینها اسم سریال و فیلم هستند. 1. What's one of your happiest memories? یکی از شادترین خاطراتی که دارید چیه؟ Sitting with the sun on my face the morning after I had been in a carjacking in South Africa. و ایشون پاسخ میده صبح روز بعد از اینکه در یک حادثه که ماشین روبایی در کشور آفریقای جنوبی بودم در حالی که نشسته بودم و آفتاب به صورتم میتابید. این یکی از شادترین خاطرات ایشون هست. نمبر 2 نمبر تو رو میبینید که سوالش مشخص نیست. نمبر تو میشه F. What was your most embarrassing moment? چه لحظه ای از زندگیتون بود که بیشتر از هر زمان دیگه در اون لحظه احساس شرم و خجالت میکردید؟ When I was six, I got stung by a wasp in a Greek market. A woman rubbed on my bottom. واس به این زنبورهای بزرگ میگن و گریک مارکت بازار یونانی ها پس شرم خاطره ایشون این بود که وقتی شش سالش بود در گریک مارکت یه زنبور ایشون رو نیش زد ببینید گفته I گاد اگه آموزش های گرامر ویژه رو استفاده کرده باشید میدونید که مچول سازی فقط با توبی نیست یعنی ما صرفا با فعل توبی مچول درست نمی کنیم با فعل گت هم این کار رو می کنیم مثلا همینجا I got stung مچوله و stung شکل سوم فعل stung به معنی نیش زدنه I got stung نیشم زد نیش زده شدم از گت استفاده کرده برای مشهول سازی پس وقتی شش سالم بود یه وسب یکی از این زنبور بزرگ ها منو نیش زد و یک خانوم یه پیاز رو مالید روی باسنم یعنی اون زنبور باسن ایشون رو نیش زد و اون خانوم هم برای اینکه به اصطلاح نیش زنبور دیگه اثر نداشته باشه اثرش کم بشه پیاز رو مالید به ایشون نمبر 3 What don't you like about your personality چه چیزی در مورد شخصیتت وجود داره که ازش خوشت نمیاد I'm impatient but also indecisive. و ایشون پاسخ میده من آدم عجولی هستم. میدونید که patient یه صفت هست به معنی صبور. منفی کردنش متضاد ساختن باهاش با استفاده از پیشوند I am, am انجام شده. Impatient. دیگه چه صفت این شکلی میشناسید مثل possible به معنی امکان پذیر ممکن که متضادش میشه impossible patient impatient به معنی عجول من آدم عجولی هستم و همچنین indecisive یعنی دو دلم تصمیمگیری برام سخته indecisive به این معنی است number four what is your greatest fear بزرگترین ترس چه ترسیه از چه چیزی بیشتر از همه میترسی؟ و پاسخ میده forgetting people's names فراموش کردن اسم آدم ها. شماره پنج هم سوالش مشخص نیست. پاسخ میشه B. What don't you like about your appearance? چه چیزی در مورد ظاهرت وجود داره که ازش خوشت نمیاد؟ The size and shape of my head. People say I look like Sid from Ice Age. از اندازور و شکل کلم خوشم نمیاد. به هم میگن شبیه شخصیت سید هستم که توی انیمیشن Ice Age بازی میکرد. Number six, what costume would you wear to a costume party? کاستیوم به چی میگن؟ قبلا توی کتاب های قبل داشتید چند بار. به لباس های گفته میشه که تو موارد مختلفی استفاده میشه. لباس اصلی که شما میپوشید نیست. مثلا اگه هنرپیشه هستید، لباسی که سر صحنه میپوشید کاستیوم شما هست. پس what costume would you wear to a costume party? اگه به یه مهمونی این شکلی دعوت بشین بازم نگاه کنید کندیشنال تایپ 2 هست چه کاستیومی می پوشی؟ چه لباسی می پوشی؟ I enjoyed wearing bandages around my face as the invisible man at the last one I went to. People got to know me without recognizing me. من از پوشیدن باندج دور صورتم خوشم اومد. توی آخرین کاستیوم پارتی که رفتم به عنوان مرد نامرئی رفتم The Invisible Man کپیتال نوشته حرف اول Invisible و Man رو چرا؟ چون اسم خاصه Proper Noun هست اسم یک رمان و فیلمه پس خوشم اومد که توی آخرین مهمونی که این شکلی بود رفتم بانداش کرده بودم کل صورتم رو صورتم پیدا نبود و مثلا Invisible Man بودم مرد نامرئی بودم و People got to know me without recognizing me. مردم بدون اینکه که بفهمن من کی هستم میتونستن با هم آشنا بشن ساختار جمله‌ای که اینجا میبینید to get to know someone هست یعنی موفق به انجام کاری شدن اینکه بتونید یک کاری انجام بدید people got to know me مردم میتونستن با من آشنا بشن منظورش این نیست که میتونستن بفهمن من بندیک کامبر هستم نه without recognizing me without یک preposition هست بعد از پریپوزیشن ها اگه یک فعل بیاریم اون فعل آی میگیره بدون اینکه تشخیص بدم من کیم وقتی شما کسی رو ریکگنایز میکنید میفهمید کیه مثلا یه نفر عینک کافتابی میزنه و یه هنرپیشه معروفه اما شما ریکگنایزش میکنید تشخیص میدیدون اون کیه پس توی این مهمونی مردم بدون اینکه ریکگنایز کنن که ایشون بندیکت هستن میتونستن باهاش آشنا بشن نمبر 7 Which words or phrases do you most overuse? چه کلمه یا عباراتی هست که بیش از حد ازشون استفاده میکنید؟ Overuse. Overuse اینجا یک فعله. Over به معنی بیش از حده. به فعل use چسبیده و اون رو تبدیل کرده به بیش از حد استفاده کردن. I say M too much. و ایشون پاسخ میدن که من این کلمه ام رو بیش از حد استفاده میکنم. Number eight. What one thing would improve the quality of your life? چه چیزی وجود داره که میتونه کیفیت زندگیت رو تغییر بده، بهترش کنه، ایمپروفش کنه؟ باز هم کندیشنال تایپ 2 داریم. در واقع ریزولف اش رو داریم اینجا. در این باره قبلا توضیح دادم. ببینید اینجا میگه what one thing. میتونست فقط بگه what What would improve the quality of your life? اما one thing رو آورده برای تاکید که بگه اگه یه چیز بود که میتونه زندگی رو کیفیت زندگی رو بهتر کنه اون چی بود؟ و پاسخ میده ایشون Better time management مدیریت زمان بهتر Number nine میشه E If you could edit your past What do you think you would change? اگه میتونستی گذشتت رو تغییر بدی به نظر چی رو تغییر میدادی؟ اگه میتونستی گذشتت رو ویرایش کنی، عوض کنی، چی رو تغییر میدادی؟ I might not have called Trevor Nunn, the famous director, Adrian, at my first audition for him. Might رو به کار برده بر اینکه احتمال بالا رو نشون بده و میگه به احتمال زیاد به آقای Trevor Nunn که یک کارگردان معروف هستن در اولین آدیشنی که با ایشون داشتم نمیگفتم ایدریان یعنی اسمش رو به اشتباه ایدریان نمیگفتم کلمه آدیشن رو هم توی کتابه قبلی امریکن فایل داشتیم مصاحبه هنرپیشه هاست مصاحبه که برای یه گرفتن یه نقش دارن میرن و اون نقش رو به صورت آزمایشی اجرا میکنن یه صحنش رو تا اون کارگردان یا تهیه کننده تصمیم بگیرن به این نتیجه برسن که اون رو انتخاب کنن برای اون نقش یا نه به این میگن ادیشن. هم یک نونه هم اسمه هم به این نوع مصاحبه گفته میشه و هم فعله مثلا آی ادیشند. ایدی میگیره